شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. سلام، متشکرم. آقای دکتر، من میخواستم راجع به مسئله‌ای که دارم برای مشکلی که بین خانواده خودم و همسرم هست صحبت کنم، ولی اگه بخوام شروع کنم باید بگم که من و همسرم 8 ساله که خارج از کشور هستیم، داخل اروپاییم و 7 سالم هست که ازدواج کردیم و قبل از اینم که بیایم اروپا چند سال بود که با همدیگه دوست بودیم و همدیگه رو میشناختیم و برای پی‌اچ‌دی دوی دکترا اومدیم، هر کدوم پوزیشن گرفتیم و اومدیم خارج از ایران. هر دو چند سالتونه الان عزیز؟ بله، من 36 سالمه، همسرم 34 سالشونه. اوکی، و هر دو فرزند چندومی؟ من فرزند اول هستم از 4 فرزند و انگار دو تا خواهرم، دو تا برادر، و همسرم فرزند دوم هستن از 3 فرزند که دو تا خواهر دارن، خودشون تک پسرن و فرزند دوم هستن. بسیار خوب. نیست. بله، ما خانواده هامون با ازدواجمون مخالف بودن، ولی ما سالها بود که همدیگر رو میشناختیم و میدونستیم که هدف همون مشترکه و علیرغم، یعنی با توجه به مخالفت خانواده ها، احتمالاً ازدواجمون توی ایران خیلی سخت میشه و این انگیزه شد برامون که تصمیم بگیریم پذیرش بگیریم و خارج از ایران. یکی دو تا دلیل اصلی خانواده ها برای مخالفت شد؟ من بعد از سمت خودم، من فقط مخالفت رو میدیدم. اگه بخوام بگم مخالفت همسرم چی بود، شاید به خاطر اینکه همسرم تک پسر بود، خب دوست داشتن که حالا طبق میل خودشون ازدواج کنه یا انتخاب خودشون باشه. مسئله دیگه این که خانواده من از هم پدر مادرم جدا شدن، یعنی تو همون سالهایی که ما با هم آشنا بودیم خانواده پدر مادر من از هم جدا شدن، و شاید مثلا مسئله دیگه همین تفاوت سنی من و همسرم، یا شاید در لحاظ مالی هم خب مثلا فکر میکردن ما تو شاید خیلی مناسبی نسبت به اونها نیستیم. من فکر میکنم اینها رو میبینم دلیل مخالفت خانواده همسرم رو. متوجه شده. در خانواده خودم درستون... خانواده خودم به خاطر همین مخالفتی که از سمت خانواده همسرم دیدن، مادرم به شدت مخالف بودن، ولی با توجه به اینکه من خیلی پافشاری میکردم و اصرار داشتم که انتخاب درستیه، دیگه راضی شدن. اوکی، به من بفرمایید مدت درستون تمام شده در اروپا یا نه؟ بله بله، من دکترامو گرفتم و به عنوان پست‌داک ریسرچر تو رشته خودم کار میکردم. همسرم همینطور پست‌داک ریسرچر هستن و تو رشته خودشون تو یکی از بهترین مؤسسات تو رشته خودشون الان تو اروپا مشغول به کار هستن. تصمیمتون این است که در اروپا بمونید یا به ایران برمیگردید؟ نه، به ایران که اصلا برنمیگردیم، حالا تو اروپا هستیم و حالا شاید برنامه باز همچنان تو به ایران برنمیگردیم، تو اروپا خواهیم بود. حالا چه خبر از بین شما؟ بله آقای دکتر، حالا مسئله ای که هست اینه که ما همیشه سعی کردیم، من و همسرم، که میدونستیم که حالا به حال راضی نیستن خانواده ها. ازدواج به خوبی صورت گرفت، تقریبا مراسم خواستگاری با خوبی و خوشی انجام شد و ما هم توی مدت سعی کردیم که هیچ تنشی بین خانواده ها ایجاد نکنیم، هیچ چیزی نباشه، به تنهایی هر کدومون خیلی رابطه خوبی با خانواده هامون داریم و همیشه سعی کردیم که اجتناب کنیم از هر تنشی که بینشون بخواد پیش بیاد. بعد اتفاقی که افتاد این که من به تازگی باردار شدم، یعنی الان تقریبا ماه 6-7 هستم و همزمان با بارداری ما کشورمون عوض کردیم با توجه به کار همسرم و اینجور مسائل. بعد قبل از من تقریبا کمتر از یک سال گذشته خواهر همسرم باردار شدن و مثلا برای زایمانشون هم مادر پدر خودشون و هم مادر پدر همسرم رفتن و همه با هم بودن. وقتی که این مسئله برای ما مطرح بود، چون ما برنامه داشتیم برای اینکه چه زمانی بچه دار باشیم و این مسائل، همسرم مطرح کرد خب این شاید برای ما هم هست و ما میگیم که خانواده ها بیان. من اول خیلی مخالفت کردم، چون گفتم که نه، تو نمیدونی چه استرسی به من وارد میشه تو اون شرایط که مثلا من باردارم و باید نگران باشم که الان مسئله بین اینا پیش بیاد، یکی حرفی بزنه، یکی از یکی ناراحت بشه. اول مخالفت کردم، ولی مثلا بعد باز با صحبتایی که کردیم که حالا با هم تنها هستیم، به کمک احتیاج داریم، مثلا الان ببین چقدر مفید و فایده است، تصمیم گرفتیم که ازشون بخوایم که بیان. و خب آخه من همینجا بذارید بیستید همینجا آخه عزیزم. بله. این استدلال ها از دو تا آدم تحصیل کرده دکترا رو گرفته، شما خونتون اونجایی که یونجه و علف و اینا برای خرتون هست
جای مخصوص دارید؟ یعنی با اتومبیلتون خر بستید، بعدم این چرت و پرتی که احتیاج به کمک دارید نه ندارید. شرایط یه نوزاد در حالت عادی ابدا ایجاب نمیکنه که شما یک کسی رو بخواید همینقدر که همسرتون کنارتون باشه و امکانات داشته باشید، ولی فشاری که حتی خانواده خود شما روی شما میارن، چه رسه به خانواده همسر. بعدم را مواظبت و مراقبت از اونایی که فرصتی پیدا میکنن برای کاملا بزرگ کردن و محق دانستن خودشون در مخالفتشون یا هر چیزی، شما رو به هم میریزه. برای چی این کاری کرد؟ میدونین آقای دکتر، کاملا متوجه هستم و دقیقا منم همون زمان، من بارها صحبت‌های شما رو گوش کردم که همیشه گفتین که دو تا زن و مرد هستین و شما به هیچ کس احتیاج ندارید که باشه کنارتون. اما خب یه مسئله بود، شاید فکر میکنم، شاید دارم توجیه میکنم، اگر ما پیش قدم نمیشدیم این انتظار میرفت که اونا بگن خب ما میخوایم یه نوامونو ببینیم. ببینن، صبر کنن، بعدن ببینن بچه رو در شرایط زایمان. ببینید عزیز، آمدن بچه پدیده کاملا غیر عادی است. امروز اصلا ما درباره حادثه تولد حرف نمیزنیم، امروز اصلا بحث علمی فاجعه تولد، یعنی طبیعت در این زمینه بیداد کرده. یعنی خیلی راه ساده تر وجود داشته که میتونست اتفاق بیفته. این شما رو یک، دو، شما دوتا با یه تجربه و موضوعی روبرو میشید که اصلا سابقه شو نداشتید، مثلا شما. بعد از اون یه دفعه سرکله پدر و مادر شما و پدر و مادر او پیدا میشه که فرصتی برای هر چی کاری که دوست داشتن بکنن و دوست نداشتن نکنن رو پیدا میکنی. بعد اونجا میایید توی در یه محیط بسته و محدودی با توجه به مسئولیت هایی که دارید و حالا مسئله بچه، هیچ کمکی نیستن. یعنی فقط فشار روانی شما و اجتماعی شما استرس رو بیشتر میکنن، استراب رو بیشتر میکنن، زمینه ای برای غم و اندوه فراهم میکنن، زمینه ای برای خشم و عصبانیت که چی؟ و این یه ماجرای گذشته بود. از ما در گذشته ازدواج میکردیم، خانواده درگیر بودن، کار ما در خانواده بوده، بیماریمون در خانواده بوده. اما شما دوتا آدمی که پاشدید آمدید اروپا و یه دلیلش هم بیرون آمدن از جدال احتمالی اونا بوده، حالا خودتون دو مرتبه اون عوامل جنگ رو دعوت میکنید و فکر میکنید اینا واقع بینانه، صمیمانه، مسئولانه، منصفانه عمل میکنن. نه، یعنی اگر شما من بگید از 100 تا خانواده که شما به اشاره کردید شبیه شما، لطفا به یک دونشون میان که واقعا در مجموع بهشون برای شما کمک باشن، ممکنه برای خواهرتون، مادر، برادر، همسرتون اینا بودن، برای شما نه. و تازه اونجا هم نبودند، اونجا هم هیچ مطالعه اینو نشون نمیده. مخصوصا وقتی دیگه کار نگهداری بچه با تمام اطلاعاتی که داریم و آگاهی هایی که حتی با 20 ساعت 30 ساعت مطالعه به دست میاد، شما رو از صدها اشتباه دور میکنه. علت که این بحث رو الان با شما میکنم به خاطر شما تنها نیست، چون این برنامه مال همه است، هیچ ضرورت این کار نداره و بعدم اونا انتظار دارن داشته باشن. و اصلا دیگه خنده داره که میخوایم نوامون رو ببینیم، خب نبینید، یه ماه دیگه ببینید. یعنی این چه اهمیتی داره و تمایل به دیدارش، موقع با ازدواج شما مخالفن، حالا با دیدن نوه. یعنی اینا یه، نمیخوام لغت بدی بگم، دورانش به سر آمده عزیز. و اگر من در یه شهری مانند لس آنجلس که بیش از 45-6 سال اینجا با ده ها هزار نفر به گونه مستقیم یا در کنفرانس ها و کلاس ها روبرو بودم، یک دونش مفید نبوده. و علت جنگ و جدایی و طلاق حضور خانواده هاست، اصلا مسئله دخالتشون نیست. شما نگاه کنید، برای که ببینید ما تو دنیایی هستیم که شما دوتا دو دست لباس برای خودتون انتخاب کردید. این لباس ها رو شما تن مادرتون و مادر بزرگتون و خاله و عمتون نمیتونید بکنید، ایشون هم نمیتونید لباس هاشو تن عمو و دایی و پسر عموهاش بکنه. یعنی ما تو دنیایی هستیم که همه مون به نوعی منحصر به فردیم، یونیکیم. و بعدم در شرایط راحتی نیستید که شما بگید من اینجا یه قصری دارم، 5 تا خدمتکار دارم، آشپز دارم، راننده دارم، اینا میان اتاقای خودشون دارن، اتاقا جداست، بر اساس یه قرارهایی کنار هم میام. نه، در یه مجموعه محدودی که تازه دانشجو بودید، از کار در آمدید و حالا بچه دار هم شدید،
حالا میان توصیه ها، حتی در جهت خوابوندن بچه، شیر دادن بچه، نمیدونم بغل کردنش، نکردنش، پاسخ به گریهش، مشکلاتی که پیدا میشه تو همه اینها، اظهار نظرهای غیر حرفه‌ای، غیر علمی و عقلی دارند. برای که ببینید عزیز، 80-90% بیماری مردمان در 30-40-50 سالگی مال 8 سال اول کودکیشون ریشه در اونجا داره. الان من کنفرانسی که دارم، از 10 تا اختلال شخصیتی 5 تاش فقط برمیگرده به برخورد نادرست پدر و مادر با کشش و تمایل جنسی کودکان. بلکه نمیدونن، تازه با باورها و احساساتشون همه چیز رو وارونه و عکس میدونن. من به 2-3 هفته گذشته کنفرانسی داشتم که با هیپنوتیزم برمیگشتن به کودکی، برمیگشتن به 3-4-5 سالگی. اولا تو اون کنفرانس 1% هم خوشحال نبودند، یعنی همه آسیب خوردند. تازه ما وارد هیچ مسئله جدی و عمیق و سنگینی نشدیم و به همین جهت هست که این بازی که اینا بیایند و باشند غالب اوقات هم شرایط رو سخت و تلخ و بدتر میکنه، هم تخم دشمنی و کینه و مسائل بعدی رو به وجود میاره و یه شکاف و فاصله بین زن و مردی که کوشش کردن به دلیل شباهتاشون که به خاطر اون ازدواج کردن، جهتاشون، هدفاشون اینه، شما که بهش اشاره کردید، حالا باید یه چیزایی رو باش کنار بیان، قبول کنن، تحمل کنن که درست نیست. حالا همه اینا رو گفتم برای که نمیخوام بعد از صحبت شما حرفی زده باشم. خب الان شما در چه وضعیتی هستید؟ چند ماهه هستید؟ و قرار کیا کی بیان؟ من الان ماه 7 بارداریم هستم، یعنی تقریبا 3 ماه دیگه بار زایمان دارم. ما تصمیم گرفتیم که مادر من اول بیان تقریبا از ماه 9 با من باشن تا 2-3 هفته که بعد بچه به دنیا میاد، همون 2 هفته که حالا ممکنه بیشتر به کمک احتیاج داشته باشن. بعد فکرمون این بود، یعنی فکرمون این بود که مثلا 2-3 روز قبل از اینکه مادر من برن، مادر پدر همسرم بیان، اونا هم یک ماه اینا اینجا باشن، در این که مثلا اون 1-2 ماه اول حالا اگه من نمیتونم بلند شم، حالا پله داره سختمه، با کمک کنن. بعد این وسط از این خبرانی سازی با شما با زایمان تونی همچی مشکلاتی نداری. بعدم ببینید عزیز، ببینید شما دارید چی کار میکنید. شما آمدید برای ظاهرن برقرار کردن مثلا تعادل یا انصاف، آمدید گفتید مادر من بیاد، بعد اونا برن اینا بیان، و خودش بسال مشکلاتی رو داره. حالا چون با هم نمیان، از این بابت بسا برخورد و استکاک خیلی خیلی کمتره. و در اینجا اون چیزی که مطرح نیست، شرایط و وضعیت شما و همسرتون و نوزاد هست در ارتباط با راضی کردن پدر و مادری که از آغاز با ازدواج شما هم مسئله داشتن. حالا قرارتون این است که مادر شما بیان، معلومه که یه دختر به مادرش خیلی نزدیکتره، البته در شرایط عادی اگه شما ندیدید، من میتونم حتی بگم هزاران و صدها دختری دیدم که تحمل مادرش رو تو خونه خودش نداره. یعنی میخوام بگم اینجوری نیست که ما یه فرض تئوریک داریم که مادر و دختر چقدر با هم خوبن و چقدر کمک همن و در وقت نیاز. به علاوه گفتم تو دنیای امروز اونقدر احتیاجی در شرایط عادی نیست، شرایط غیر عادی هم باید رفت سراغ متخصص و افراد حرفه‌ای و سازمان ها کمک گرفت تا خانواده. ولی حالا اون شده، الان شما فرضتون بر این است که مادر بیایند کمی قبل از بارداری شما بمونند برای مدتی که البته میدونید قبل از 3-4 ماه همه باید برن، برای که از اون به بعد بچه بله. چون توانای تفکیک داره مسئله داره، بعد پدر و مادر همسرتون. متشکرم، ادامه میدم صحبتم رو. هم من کاملا با نظر و روی کرده شما در مورد این که وقتی که آدم میخواد بچهش به دنیا بیاد بهتره تنها این کار انجام بده هم آشنا هستم هم میدونستم، ولی خب با توجه به شرایطی که حال الانم صحبتی که میکنم، نمیخوام توجیهی باشه بر این تصمیمی که ما گرفتیم، فقط شاید هم توضیح میدم این که شاید با توجه به این که شرایطی که برای خواهر همسرم پیش اومد و به محیطی که ایجاد شد، ما احساس کردیم که شاید باید بتونیم این کارو بکنیم یا به هر ترتیب. مسئله که الان سوالی که من دارم و مسئله که برام مطرحه این بود که به هر حال ما تصمیم گرفتیم مادر من بیان، 2-3 روز پا
خانواده با هم باشن هر دوتا، چون به حال فیلم کنم به خاطر به دنیا آمده بچه هم ممکنه یه ارتباط این شکلی لازم باشه و بعد برن. اما وقتی که مطرح کردیم، خب مادر من که تاریخ اومدن وضعشون تقریبا داره مشخص میشد، ولی خانواده همسرم که همسرم باشون مطرح کردن هیچ تمایلی نداشتن که حتی یک روز هم وقتی مادر من هستن اونها اینجا باشند و گفتن نه اصلا چند روز بعد، مثلا 10 روز بعد هر وقت که رفتن ما میاییم، یا به این ترتیب. این منو بسیار ناراحت کرد، خیلی زیاد، علارغم که خودمون دنبال تنش و ناراحتی نیستیم، ولی اینکه اینقدر بی دلیل اینها بخوان که مقاومت کنن که حتی 2 روز یا 3 روز هم اینجا نباشن، مواجه نشن با هم، بسیار روحیه من تاثیر گذاشت و منو خیلی ناراحت کرده. و یکی سوالم اینه که خب من الان با این ناراحتی نه آخه چرا عزیزم؟ نه ببینید، خب ببینید عزیز، بله. ببینید مثل اینمونه که شما برگردید بگید که یه دختر 10 ساله با یه مرد 90 ساله ازدواج کرد. خب شما احتیاج نداره که بگید خب اختلافاتشون چیه، شما از قبل میدونید این کار چون غلطه است و بد است و اشتباه است، 20 تا اختلاف و اشکال پیدا میکنه. چرا من دارم خدمتتون عرض کنم؟ ببینید روزی که یه کسی مثل من که درگیر بوده، کسی نیست که حالا ما یه دفعه هفته یه دفعه برنامه بودیم، من تمام مدتی که از 1977 که اومدم امریکا که الان میشه 47 سال، تمام زندگی من در ارتباط با مسائل بوده و موضوع اصلی مسئله خانواده و پرورش تعلیم تربیت و روابط دیگه. خب آشکار میدونم اینا فقط فرصتی پیدا میکنه برای که چیزی که آدم ها دلشون میخواسته 5 سال قبل بگن، 7 سال قبل بگن، حالا بگن، یعنی از توش هیچ وقت چیز خوبی در نمیاد. این شماره یک. دوم، شما از آغاز میدونستید که این دوتا خانواده هم دیگر رو نمیپسندن، قرار نبوده بپسندن عزیز. یه فرض عجیب و غریبی است که خانواده ها با هم دیگر بپسندن. بعد دوتا لغتی که در طول تاریخ دمار از روزگار انسان در آورده، احترام و اطاعت مطرح بود. خانواده ایشون اتفاقا صلاح شماست که گفتن ما بعدن. تموم شد. چرا باید به شما بر بخوره؟ پیشنهاد رو از جانب خانواده همسرتون کردم، ولی خانواده شما هم اگه عاقل و واقع بین بودن میگفتن که ما بگید اونا کی میان، من زودتر میام که برم که اونجا نباشم. چه دلیل داره که اونا هم دیگه رو ببینن؟ چون ببینید عزیز، مثل این مونه که شما 2 نفر تصمیم گیرید میخواید برید نهار بخورید، یکی ساعت 12 میخواد بخوره، یکی 4. چرا باید با هم برید رستوران؟ چه ضرورتی داره؟ چه فایده ای داره؟ شما فکر کردید که با آمدن رابطه خوب خودتون با هم، رابطه با آمدن بچه، اونا یه نوعی ذهنشون رو، باورشون رو، خواستشون رو، انتظارشون رو پاک میکنن، میان در خدمت شما؟ اصلا هم قرار نیست به شما بر بخوره. اتفاقا انتخاب و تصمیم درستی گرفتن. حرف این بودی که ما دوتا به هم نمیسازیم، شما و همسرتون قرار هم دیگر رو دوست داشت باشید، مادر شما قرار نیست مادر ایشون یا پدر ایشون رو حتی خوشش بیاد یا برعکس. ما چرا این فرض رو میگیریم؟ چرا من میگم ما دوتا مشکل داریم، وابستگی و مهربانی؟ اولا همه باید راضی باشن، دوم وابستگی همینه، یعنی احساس و اندیشه ما باید یکی باشه. نه نیست. مادر و پدر شما اون مادر و پدر رو به عنوان فامیل نمیخوان و حالا خوشبختانه یکیشون پیشنهاد کرده که ما بعدش میایم. شما باید از این استقبال کنید و بهتون قرار نیست بر بخوره. چرا فرضو بر این میگیرید که اونها خانواده ما رو لایق ندانست؟ اصلا به لیاقت چه ارتباطی داره؟ دو تا آدمای متفاوتن، دو دست لباس که میخرند، تن خودشون میره ولی تن طرف مقابل نمیره. اصلا هم قرار نیست شما ناراحت بشید، فقط باید استقبالم کنید چه بهتر. مطمئن باشید که گرفتاری ها و درد و سراتونم حتی 10% در مقام مقایسه با 100% که میتونست باشه نخواهد. بنابراین من اتفاقا از این بابت خوشحالم. خدمتتونم عرض کردم. متاسفانه بودن یه روزشون با هم، چون اگه نتونن حساب هم رو به گونه‌ای که ذهنشون به نوعی برسند، تخم دشمنی‌های بعدی رو می‌کارند. یعنی شما بعداً جوابگوی 5 تا 10 تا اشکال و اختلاف خواهید بود. بنابراین من اگر جای شما بودم ابداً ناراحت نمی‌شم، تازه خوشحالم می‌شم. چه خوب. مادر من میاد میره، اونا میان، عالی. اینکه چرا این کارو میخوان بکنن به نظر من واقع بینانه، عاقلانه، مسئولانه است. اینکه شما فرضتون رو بر این بگیرید که به خاطر ازدواج دو تا آدم یا به خاطر اومدن بچه پس همه باید پاک و سالم و
خوب و مهربون و عادل و منصف باشن، این از کجا در اومده عزیز؟ مادر شما همون آدمه؟ مادر ایشون هم همینطور یا پدر؟ بنابراین ابدا نه خودتون اذیت کنید، نه گله‌مند باشید، نه اون رو به عنوان یه عیب و ایرادی بدونید. از آغاز شما دوتا علارغم مخالفت پدر و مادرتون که مثلا میتونه درست باشه در یه زمینه یا غلط باشه، تصمیم گرفتید ازدواج کنید و بعدم آمدید اروپا. و بعدم ازتون چرا پرسیدم؟ تمایلتون این است که اونجا بمونید. خیلی خب، از همه اینا این قسمت آخریناش متاسفم، ولی به هر حال اونجا میمونید. بنابراین چه دلیل داره که تخم دشمنی و کینه رو بکارید و موضوع و مسائلی رو به وجود بیارید و بتونم ابدا قرار نیست بر بخوره؟ چون برخوردن شما به من این پیام میده که اونا مادر و پدر منو لایق و شایسته ندونستن. اونا کی هستند و چه اهمیت داره که دیگران راجع به من چی فکر میکنن؟ چه ارزشی داره؟ هیچی. یعنی ببینید اون ذهنیت رو به هم بریزید و ببینید خود شما الان دارید برداشت‌های خودتون رو، باورهای خودتون رو، احساسات خودتون رو که ناشی از مخالفت پدر مادر خودتون و پدر و مادر اون به دلیل تفاوت شما دوتا بوده رو آوردید رو صحنه. شما میتونستید اینگونه نگاه کنید که مادر من میاد بعد میره، بعد پدر و مادر اون میاد، چه خوب، از عهده برمیه، محیط آرامتره، راحتتره، بهتره. تا اینکه بهتون بر بخوره. چرا به شما برخورده؟ به خاطر سابقه است. و اون وقت شما انتظار دارید یه دختر تحصیل کرده ای که مدت هم دور و جدا بوده و اصلا تو این خط و شرایط قرار نداره، همچنان تحت تأثیر گفته و شنیده ها و اتفاقات گذشته حالی به خودش بگیره و انتظار و حتی احتیاج و توقعی داشته باشه، بعد انتظار دارید مادر پدر شما به مادر پدر اون نداشته باشن؟ به همین جهت است که درست است که وقتی من این عرایض کلی رو میکنم، دوستان به خاطر خودشون با عرایض من مخالفند. من اصلا اهمیت نمیدم، برای که وقتی من میبینم و تو کارم دیدم، فرض بفرمایید 5000 طلاق رو درگیرش بودم و بعد وقتی در یه تجزیه و تحلیل حتی از چه نسبی، چه کلی، چه کامل، فقط و فقط حضور اونا مسئله بوده، بعد این حرف رو اینقدر آشکار میزنم برای خودم هم دشمن میتراشم. چون ایده که میخوان حاضر باشن با عرایض من مخالفن باشن، برای من اون هیچ وقت مهم نبوده، برای من واقعیت مهمه، بقیه هم حرف مفته. خب بیان میکنم برای اینکه عملا دیدم عزیز، برای که دیدم من اگر بخوام با بچه هام تصمیم برای این خوردن نهار و شام و رستوران بگیرم، دیر یا زودش یکی باید تحمل کنه دیگری رو، اختلاف پیدا کنیم یا نمیخوام اختلاف پیدا کنیم، به رو خودمون نیاریم تحمل کنیم. امکان آخه دلیل نداره که من با بچه هام بتونیم درباره رستوران تصمیم بگیریم. بله اگر ما یه دفعه است، اونم اصلا چون هدف با هم بودنه، مسئله غذا و رستوران مطرح نیست، ولی اگر موضوع مطرح باشه چی؟ یعنی همه اینا دست به دست هم میده و من دارم به شما این پیام میدم دقیقا حال شما که تازه یک دهم پدر و مادرتون و پدر و مادر همسرتون نیست، اینقدر با توجه به سابقه بار بد و منفی خودشو داره. شما یه گوشه ذهنتون یه چیزی هست که مثلا همسر من 2 سال از من کوچکتره، با توجه به سابقه تاریخی که از در ازدواج داریم که در 80-90% موارد مرز سن بیشتری داره، و همین قاعده شما رو رها نمی کنه. به من نفرمایید که اونا از این وضعیت ناراحت بودن یا دلیلی برای عدم رضایتشون بوده، شما هم متوجه این اشکال بودی. یعنی درست مثل این که من و شما بریم یه جایی ماجرای ایرانی بودنمون باعث افتخارمون نباشه. خب معلومه که یه جوری پنهان میکنیم. من خاطرم از اوائل که مثلا در دوره هم انقلاب بود، هم مثلا هاستج گیری بود در اینجا که من اینجا بودم دیگه، بسیاری از ایرانی ها وقتی میگفتن کجایی هستی یا شلوغش میکردن یا میگفتن فرام شیراز، برای که طرفم روش نمیشد بگه شیراز کجاست. یعنی ما یه جایی هستیم، میگفتن ایران یا میگفتن پرشیا. یعنی ما از آنچه که بودیم احساس خوبی نشون می خجالت می کشیدیم. هنوز هم متاسفانه برخی از اوقات یه چنین حالی در یه چنین شرایطی به وجود میاد. به همین جهت است که قرار نیست که بگیم مردم باید چه کنن. نکردن. پدر و مادر شما برای خودشون این حق قائل بودن که تا حدودی دارن این وظیفه و مسئولیت قائل بودن که با این ازدواج مخالف باشن. و حالا وقتی که بیان اگر کنار هم باشن
این مخالفت ها خودشو نشون میده، پاک نمیشه به خاطر ازدواجش. و این مال گذشته ها نیست که دوتا قبیله سالهای سال همدیگه رو میکشتن، بعد یه دختر به پسر قبیله دیگه میدادن، بعد جنگ رو متوقف میکردن، دنبال بهانه بودن. امروز مردم برای چیزی که اتفاقی اونچنین نیفتاده جنگ رو تا آخر ادامه میده. بنابراین اصلا خودتون اذیت نکنید عزیز. به نظر من شما به هیچ وجه دلیلی نداره که فکر کنید این حرف اونا یا عمل اونها عیب و ایرادی دارید. اصلا گفتم از نظر من که اتفاق انتخاب درستیست، و اگر واقع بینانه و عاقلانه به اینجا رسن که کاملا نشون میده خواستن آنچه که هست رو ممنوع قرار بدن برای انتخاب و تصمیم خودشون. بله آقای تو، شاید اگر که خودم هم بودم موافق همین شرط بودم که مثلا مادر من برن بعد اونها بیان، ولی بیان این مسئله از سمتشون من ناراحت کرده و حالا چیزی که میاد تو ذهنم حالا به قول شما اون صبر کنید، صبر کنید. خب ببینید، باز شما برگشتید سر وابستگی و مهربانی، و فرض شما این هست که پدر مادر شما رو مناسب ندونستند، لایق ندونستند. بله. خودشونو برتر و بالاتر دونستن، برای که این ذهنیت شماست عزیز من. باشه، من برخی از اوقات توی کنفرانسی صحبت کردم، جوانای دوربرم بودن و بعد متوجه شدم که من رو به خاطر سنم یا به خاطر ایرانی بودنم کوچک و کم و حقیر میدونن. خب بدونند، یعنی این چیزی نیست که به من بر بخوره. ببینید، شما انتظار دارید که یک دفعه یه مردمانی رو داشته باشید، واقع بین، عاقل، مسئول، اخلاقی، انسانی، که اینا رو نبینن. قبول، ولی شما چرا در این رو میبینید؟ شما هم حق ندارید ببینید، شما هم حق ندارید وقتی بهتون اینو میگن برید سراغ اون چیزی که چه بهتر راحت تر میتونیم اوضاع رو اداره کنیم. تا بگید آه نه، این به دلیلی که پدر مادر من کمتر از خودشون میدونن. خب بدونن. و اگر شما فرضتون برای اینه که سن شما کمتر از سن همسرتون، این واقعیت اینه که نمیتونید عوضش کنید عزیز. ببینید، یه حرفی نیچه میزنه که حرف عمیق و سنگینیه. میگه بدبختی انسان از اون روز شروع میشه که امور طبیعی رو یا واقعی رو غیر طبیعی نشون میده. واقعیت هاست، هم پدر و مادر همسرتون اصلا به دلیل درست پچی خودشون رو برتر و بالاتر بدن، ولی دلیلی نیست. اتفاقا دلیل این است که ما بریم تو اون شرایط اونجا باشیم، برخورد پیدا میشه، حتما هم پیدا میشه. بله. و بنابراین شما موضوع رو به یه چیز دیگه مرتبط نکنید. ببینید، اینقدر سمبولیک به مسائل نگاه نکنید. و بعدم از اینکه من بپذیرم آدم ها منو نمیپذیرند، برنامه منو میشنوند، پنج تا حرفی که اصلا نمیخوام رو خط رادیو بگم، مثلا اهمیت نمیدم، برو نظرشونه، برو ای بسا نظرشونم خیلی به واقعیت نزدیکتره تا آنچه که من دلم میخواد بشتبم. به همین جد است که ببینید، باز جمعنم از این بابتم متاسفم، 23 سال و نیمه در این شه 24 سال، با بیش از 42,000 نفر حرف زدم به یک دلیل واقعیت عزیز. من الان حرفم این است که شما اگر با من صحبت میکردید میگفتم بهتر مادر شما بیایند، ایشون بروند، بعدن خانواده همسرتون بیایند. این کار بهتر است، کمترین آسیب رو داره، بیشترین فایده و نتیجه. حالا شما اومدید بهتون برخورده که چرا اونا بگن ما بعدن میاییم. آقای چون به شما برخورده، شما تبدیل شدید، ببخش عزیز، به دختره که خوندن نوشتن بلد نیست، مال 3,000 سال قبل که به خانواده من توهین شده. امروز بچه ها میخوان برن بیرون، حرف این است که ما جوان ها داریم میریم، من باید فکر کنم که من توهین شده که منو نبردن. ببین، اینا همش بازی وابستگی و مهربانیه. مشکل وابستگی است، مشکل مهربانی است که همه باید منو دوست داشته باشن، برای که من بدبخت دارم همه کوششمو میکنم که خودم رو خوب نشون بدم و خوب جلوه بدم. اصلا فراموشش کنید، هیچم بهتون بر نخوره. بله، فقط حالا یه مسئله دیگه هم آقای دکتر، من الان دارم فکر میکنم با این شرایط که هست، حالا من بچم به دنیا بیاد، من مطمئنم که این استثناء رو خواهد دید بین خانواده، مثلا بین خانواده همسرم و خانواده خودم. یعنی مثلا میبینه که ممکنه به من بفرمه چی به شما مدرک دیپلم داده؟
بچهای عزیز من، بچه‌ها عزیز من، پرت و پلان نگو قربونت برم. بچهای سیاه و سفید دو سه ساله چهار ساله یه بچه سیاه بچه سفید دارن با هم بازی می‌کنن، نمی‌دونن این سیاه اون سفیده. چی اونا میفهمن یک تفاوت رو؟ شما میخواید این فاجعه فرهنگی بیمارگونه ما رو که مبتنی بر یه لغت مسخره، مبتنی بر بردهداری، یعنی احترام، رو هنوز بیارید که بچه شما متوجه تفاوت میشه؟ خدای من، شما کجا درس خوندید؟ کی به شما مدرک داده؟ قربونتون در بیایید از این وضعیت. بچه ها متوجه تفاوت ها خواهند شد. از 1,000,000 بچه یکیشم به این نتیجه نمیرسه که به پدر بزرگ و مادر بزرگ من توهین شده یا تبعیض قائل شده، مگر اینکه ما گنده ها این پرت و پلاها رو بگیم. اینقدر مثلا ممکنه که مسئله مطرح شه که چرا برای تولد مثلا بقیه پدر بزرگ مادر بزرگ هر دو طرف هستن، برای من هیچ وقت اینا با هم نیستن، چون من هیچ وقت با هم نمیبینم. وقت کارشون درست نبوده بتونن بیان. هیچی عزیز من، لطفاً یه آدمی مثل من کارم این بوده، لطفاً ورز. از 1,000,000 بچه یکی هرگز یه همچین نتیجه‌ای نمیگیره، و اگر به هر دلیلی برای سوال مطرح بشه با پاسخ این که خب و زمانشون با هم نمیخورد قانع میشه میره دنبالش. از 1,000,000 بچه یکی. و شما رو این دکون الان باز کردید که فرزند من در آینده متوجه این میشه که بچه ها متوجه میشن پدر ندارن، مادر ندارن، پدر بزرگ و مادر بزرگ ندارن، خاله و عمه و دایی ندارن. هیچ دورم نمیشه عزیز. نظام خانوادگی دورانش به سر آمده، فامیلی اند کینشیپ به هم ریخته، اینا دیگه جای جایگاهی ندارن. خانواده هسته ای پدر و مادر و بچه ها. در این خانواده است که زن و شوهر میتونن به دو هدف، سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی برسن، و فقط و فقط در این خانواده است که میشه بچه سالم درست کرد. نیوکلیر فامیلی، پدر و مادر و بچه همه هیچ کارن، همه جایی ندارن، نقشی ندارن، واحد خارجی هن. و شما درست میخواد اینا رو وارد صحنه کنید که حالا در ذهن فرزندانتون در این باره نگاه و نظری هست و او ممکنه این به ذهنش بیاد. فرزند شما 10,000 بار در زندگیش آدم ها بهش توهین میکنن، تأخیرش میکنن، کوچکش میکنن، ازش استفاده میکنن، آزارش میدن، تحمل میکنه. شما فکر میکنین مسئلهش این است که چرا بقیه پدر بزرگ مادر بزرگ ها آمدن در وقت مثلا کریسمس، چرا پدر بزرگ مادر بزرگ من جدا جدا میان؟ اصلا به ذهن این بچه نمیرسه. و بعدم گفتم یه پاسخی که نتونستن میره دنبال کارش. مواظب خودتون باشید، نکنه اینقدر حساس و شکننده نباشه. خواهش میکنم، خدا نگهدار. خیلی ممنون از راه نمایی وقتی که گذاشتین. متشکرم، وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. سلام، روزتون بخیر. سلام، بفرمایید. من یه وضعیت الان تو تصمیم گیری هستم که نمیدونم دقیقا باید چی کار کنم. راجبه چی هست عزیز؟ در مورد زندگی و اینکه الان من تقریبا نزدیک 2 سال هست که اومدم آمریکا برای تحصیلم و همسرم به پیوست من اومدن و الان به پیوست شما با شما اومدن یا بعدن اومدن؟ تقریبا یه 6 ماه بعد از من اومدن. هر دو چند ساله که اینجا؟ اون مهم نیست، هر دو چند سالتونه؟ من 38 و همسرم 42. چه مدتی ازدواج کردید؟ 7 سال. فرزند چیزی دارید؟ نه متاسفانه. خب حالا متاسفانه در 12 دقیقه وقت بیشتر نیست عزیز. ببینید باش چه میشه کرد. چه خبر است؟ مشکل مسئله چی؟ والا مشکل اینه که همسر من از اول خیلی موافق مهاجرت ما نبود، ولی گفت من با تو همراهی میکنم، اگر میخوای بری من هیچ اقدامی خودم نمیکنم ولی با تو میام. و در واقع هیچ کاری هم واقعا نکردن ایشون و من همه کار رو کردم و ما اومدیم آمریکا، یعنی حالا با یه فاصله. و قرار بود که همسر من وقتی اومدن اینجا
در واقع اپلای کنن برای دانشگاه و در واقع ویزاشون رو بتونن تغییر بدن که بعد بتونن حالا اجازه کار بگیرن و کار انجام بدن. تو همین حین در واقع بهشون یکی پیشنهاد داد که من میتونم برای شما در واقع درخواست ویزای کار بدم و ایشون هم خب به مقدار شروع کرد به در واقع چون مدرک مهندسی دارن شروع کرد به خوندن مدارک نمیدونم پی ای شو که اینا رو بتونه انجام که بگیره که وقتی خواست بره سر کار دیگه مثلا مشکل مدرک و اینا هم نداشته باشه و بنابراین دیگه متوقف کرد اپلای دانشگاه رو. الان تقریبا در سن 42 سالگی ایشون میخواد بره دانشگاه چی بکنه؟ نمیخواد بره. نمیخواد بره به خاطر اینکه بتونه کار بکنه. خب که الانم میتونن کار بکنن حالا که اومدید. مشکل اینجاست که چون با ویزای پیوست اومده ایشون اجازه کار نداره. و در واقع فقط در صورتی میتونه خانم عزیز بکنه. من البته وقت این بحثا متاسفانه است چون کار داره ایشون با ویزای دانشجویی هم حق کار نداره در یه چارچوب حق کار داره. من الان ویزای دانشجویی دارم و میتونم کار کنم به عنوان اوکی و به عنوان سی پی تی میتونم کار کنم و بعد چند از ساعت در... چند ساعت در هفته من میتونم او پی تی یک سال یا به مدت یک سال فول تایم کار کنم بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم و حین تحصیلم هم میتونم یک ترم فول تایم و بقیه ترما به صورت پارت تایم کار کنم و اجازه کار قانونی دارم. ولی الان همسر من و تو همین حین اگر که من یک کارفرمایی پیدا کنم که براش دارم کار میکنم میتونه برای من اسپانسر بشه و من برای من ویزه کار اپلای کنه. ولی تو خب ایشون دارن این کارو میکنن من نمیکنم. نه این کارو نمیکنم به خاطر اینکه اون کسی که بهشون گفته بودن که من براتون ما هم دیدیم که خب تحصیل واقعا منطقی نیست به خصوص که ایشون خودش مستر داره نیازی به این تحصیل نداره و اون آقا هم به ما گفتن که ما براتون اپلای میکنیم و متوقف کرد کارو که بخواد در واقع شروع کنه کار کردن. ولی متاسفانه اخیرا بهمون گفتن که نه من نمیتونم براتون کاری بکنم و حالا شرایطم اجازه نمیده که کاری بکنم و عملا در واقع هم فرصت تحصیل رو از دست دادیم هم الان با این شرایط واقعا نمیدونم خیلی آینده مبهمی هست برامون. نه ببینید عزیز شما چرا اولا بی خودی آمدید؟ بی خودی نیومدیم آقای دکتر. من واقعا توی ایران خیلی شرایط بدی داشتم به خصوص که من داشتم یه کار بسیار خیلی خوبی داشتم ولی با اون حقوقی که داشتم که نسبتا هم حقوق خوبی بود ما توی 5 سالی که توی ایران زندگی کردیم حتی نتونستیم خونمونو 1 متر بزرگتر کنیم. به غیر از این که حالا مسائل اجتماعی داخل ایرانم واقعا برام آزاردهنده بود اما مسئله اقتصادی هم برام خیلی سخت بود و من مطمئنم که اگر ما اینجا بتونیم کار پیدا کنیم خیلی شرایطمون فرق میکنه نسبت به زمان. شما یه دفعه برگشتید با یه جمله اگر بتونیم اگری در کار نیست اینقدر هم چیز نریخته کار برای یه کسی که به عنوان دانشجو میاد با ساعتهای محدودش. حالا بعد از اون ایشون حالا اونجا نتونسته اون کسی براشون کاری بکنه یه کسی دیگر باید پیدا کنید که ایشون رو بتونه استخدام کنه و تقاضای ویزا کنه برای. درس خوندن مشکل شما رو حل نمیکنه عزیز. بهانه درس خوندن مشکل ما رو حل نمیکنه. مشکل اصلی اینه که الان همسر من میگه که اینجا جای من نیست و من میخوام برگردم ایران و میگه که اگر که تو منو دوست داری با هم برگردیم. در صورتی که من هنوز درسم تموم نشده و من 1 سال بعد از درسم اجازه کار دارم و میتونم تو این فاصله درخواست ویزا کار بکنم و به هر حال ویزام تغییر میکنه. بله اوکی. مگر شما با این همه قطعیت و قاطعیت میبرید شما درس چی دارید میخونید؟ من یه مدرک مهندسی فوق لیسانس از ایران دارم اینجا دارم MBA میخونم. اوکی. با MBA بعدن به شما اینجا ویزا میدن که بمونید؟ خب کسایی که ترمای قبل از ما فارغ التحصیل شدن الان این کار تونستن بکنن. بعد اصلا من دنبال مدرک MBA نیستم چون من تو ایران کلی سابقه کار دارم. من میتونم با همون سابقه کار قبلیم برم سر کار چنجا الانم که با من دانشجو هستم دارم کار میکنم با همون سابقه کار قبلی. ببینید عزیز یه مسئله ویزاست که قواعد پیچیده‌ای هم داره. شما اگر یه وکیلی گفته یک من میتونم شما رو کارتون رو درست کنم با احتمال بسیار زیاد من حرف و بحثی ندارم ولی مطلب به این سادگی ها این گونه که شما بیان میکنید نیست. دو شما خودتون اشاره میکنید که همسرتون تمایلی به اومدن به امریکا نداشته و در حقیقت کنار شما و با شما آمده. سه آمده اینجا به این نترسته که اینجا
نه میخواد درس بخونه، نه با کار کردنش راحته، محدودیت ها و موانعی هست. بله سن شما هم یه جایی است که احتمالاً اگر بخوای درگیر این بازی بشی احتمالاً فرزندی نخواهید داشت، بنابراین کل زندگی زناشویی هم زیر سوال. یعنی اگر ایشون تشریف می‌آوردن روی خط که امیدوارم خواستید یه وقت دیگه بیاید، شاید بتونیم به یه جواب و نتیجه‌ای برسیم که بر اساس واقعیات تصمیم بگیریم. ولی شما اطلاعاتی که به من میدید، به هر حال من هزاران مورد رو در این زمینه ها شنیدم، به این سادگی و راحتی و درآمد و کار و اینا نیست. و شما از ایران با رشتهتون، حتی با ام بی ای، با تخصصتون اینجور کار نریخته. به هر حال مسئله زبان، مسئله فرهنگ، و بعدم درآمدی است که با اینجا بخواید زندگی کنید. بنابراین یه مقداری به جای اینکه خودتون درگیر انتظاراتتون، احتیاجاتتون، باوراتون، احساساتون کنید، یه مقدار واقع بینانه به موضوع نگاه کنید. هم مسئله اقامتتون مطرحه، هم مسئله حفظ خانوادتون اگر براتون مهمه و همچنان اولویتی داره، و الا با این اشکالات و اختلافات میتونید گرفتار بشید. یعنی یه دفعه همه چیز رو به مقدار زیادی از دست بدید. اگه دلتون میخواد با یک کسی صحبت کنید که فرصتی هست، اگه دلتون میخواد یه وقت دیگه بیاد، ولی مشروط بر اینکه همسرتون هم باشن، من یه شناختی از نظر روانی هم از ایشون پیدا کنم. آنچه که از شما شنیدم، تصمیمتون رو که گرفتید، حالا دیگه اهمیت عوامل مثبت و منفی رو به میل خودتون عوض میکنید. هر جا لازم شد 10 رو 5 میکنید، 5 رو 10 میکنید. در واقع تصمیم نگرفتم، برای همین با شما تماس گرفتم. خب من الان دو تا، الان ما دو تا نکته رو جفتمون میدونیم. اینو میدونیم که همسرم اینجا رو نمیخواد، دوست نداره زندگی کنه، و منم اینو میدونم که من ایران واقعا نمیتونم زندگی کنم. برای اینکه من به خصوص تو این اتفاقاتی که افتاده، من آدمی هستم که نمیتونم کسی تو خیابون به من حرف بزنه، من ساکت بشینم نگاش کنم. خیلی خب، حالا اگر قرار باشه همسرتون اصرار به برگشت داشته باشه، شما به ماندن که میفهممتون، آیا تا پای طلاق هم ایستادید؟ خب در واقع دنبال راه حل سومم. آخه نه، من همسرمو دوست دارم، دوست ندارم ازش جدا بشم. ولی واقعیتش برای من زندگی توی ایران واقعا خفه کننده است. من دارم خدمتتون عرض میکنم، من یک جای بسیار خوب توی ایران زندگی میکردم، هیچ انتظارم ندارم آرزوهامو کسی دیگه برآورده کنم. من از به محض اینکه فارغ التحصیل شدم، خودم رو پای خودم بودم، سر کار رفتم، تلاش کردم، ولی متاسفانه بعد از 14 سال تلاشی که من توی ایران کردم و همیشه هم جاهای خوبی کار کردم و درآمدم از متوسط جامعه خیلی بالاتر بود، چون پدر پولداری نداشتم، چون شرایط اجتماعی ایران شرایط منصفانه نیست، واقعا نتونستم. ما هر زمان که خواستیم خونمون رو جابجا کنیم، تا یه مقدار پول اومد دستمون، خواستیم خونه رو جابجا کنیم، قیمت خونه ها دو برابر شد. واقعا من فکر میکنم من تا چند سال میخوام اینجوری زندگی کنم، همینطور من بودم به هیچ کدوم از خواسته هام هم نرسم. از طرفی خب واقعا همسرم هم برام مهمه، واقعا موندم چیکار کنم. اگه همسرم رو دوست نداشتم، خب خیلی تصمیمم راحت. بهرحال عزیز، میشه راجع به این موضوع صحبت کرد، ولی متاسفم اینو بگم، ما برخی از اوقات در یه جایی متولد میشیم، در یه خانواده‌ای متولد میشیم که تمام عمرمون باید بدویم و حتی از عهده نیازهای اصلی و اساسیمون هم به این راحتی بر نیاد. و بعدم انتخاب شما برای آمدنتون تو این سن و سال یه مقدار جای گفتگو داره، چون هر چیزی زمان خودش رو داره. و بعدم با مخالفت همسرتون و اینکه ایشون به هر حال حالا به دلیل یا به بهانه قصد این همکاری ندارن و مایل به برگشت به ایرانن. پس گفتم شاید به گفته شما کپتن، نمیدونم راه حل سوم چی است. اولا شما درباره مسائل مربوط به اداره مهاجرت مطمئن بشید، اطلاعات دقیق و درستی دارید، و دوم اگه دلتون خواست و ایشون هم راحت بودن، میتونید روی خط بیاید، شاید بتونیم به جایی برسیم. ولی الان من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی همینقدر عرض میکنم که کمی واقع بینانه عمل کنید و امیدوارم راهی پیدا بشه، یا به هر حال هر دو به یه چیزی توافق کنید که از این بابت اشکال و اختلافی تو زندگی زناشوییتون با توجه من فقط یه سوال بپرسم. اگه الان تو این وضعیتی که هستیم، همسر من به هیچ عنوان حاضر نباشه که بمونه، و منم یه نکته که برای من خوشایند نیست اینه که من
وقتی دارم به گذشته نگاه میکنم عزیز من، من متاسفانه یه دقیقه وقت دارم، باید وقت رو تحویل بدم، نرید سراغ چرایی. سوال چی عزیز؟ سوال چیه؟ سوالم اینه که من اگر که همسرم تو این مرحله بگه من نمیمونم و الان من باید با... شما باید با ایشون برگردید و شما باید اصلا مهم نیست آخه مدرکتون به چه دردتون در ایران میخوره؟ احتمالاً خیلی خب اینجوری من احساس میکنم تمام زحمتی که کشیدم ازم تمام زحمات که کشید ولی زندگیتون هست. ولی شما در سن 38 سالگی میخواید برید با کی ازدواج کنید که بچه دارم بشه؟ من بر اساس واقعیتی که سخت و تلخه، جمله‌مو تکرار میکنم، سخت و تلخه، ترجمه این است که برگردید ایران با شرایط بهتری بعداً بیاید. این درس هم میتونید بعداً ادامه بدید. شما الان میگین 38 سالگی دیره، بعد من تو شرایط برای بچه دیره، برای بچه دیره عزیز بخوام دوباره عزیز من برای بچه دیره، برای جدا شدن و طلاق بازی در نیارید. کسی راجع به درس تو الان همسرم کلا میگه من دیگه بچه نمیخوام. بسیار خوب، پس بنابراین تمام تصمیم میگیرید باید تو این زندگی بمونید یا نه. مواظب خودتون باشید. شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.